مونږ په خپل مخ کې اوس اسلامي امارات دوه غټ مشکل لري. یو دا ده چې دا ملت په څلوېښتو کالو کې دښمن په شلو ټوټو باندې ویشلی ده، په نامه د قوم، په نامه د مذهب، په نامه د ولایت، په نامه د سمت ویشل شوي. هر چا خپله فایده ځینې اخیستی. شورویانو د خپل حمایت په خاطر شمال په جنوب کې جنګ او جنوب په شمال کې جنګ، لږ نه وروسته د داخلي جنګو کې هم له دې موضوع نه استفاده شوې، په نامه د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک او بل و بل. امریکایانو هم دغه کار وکړ، د خپل حمایت لپاره په مختلفو نومو مختلف ډلې جوړې کړې چې تر اوسه هم هغه فتنې تاسو ټول پرې شاهد یئ په افغانستان کې. سو کله کله یو ټکو ټوکر اخیږي، د هغه فتنې دي چې له استعماره موږ ته پاتې دي، له پخواني شوروي نه او له امریکا نه موږ ته پاتې دي. مونږ اوس دې ته ضرورت لرو چې دا ملت څنګه سره یو کړو، څنګه یې سره راټول کړو، څنګه دغه فاصله له بینه یوسو. زمونږ په نظر مونږ مسلمانانو، مونږ په خدای او د هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو. مونږ په نامه د هزاره او ازبک او پښتون او تاجک څوک نه پیژنو. هر کسی که در حدود عربی افغانستان زندگی میکنه برادر ماست، افغان است، حق زندگی را در کشور خود داره و حق عزیز داره که در سیاست افغانستان، در اقتصاد افغانستان، در بارسازی افغانستان سهم فعال بگیره. یک چلنج دیگه که در پیشروی ماست یا مشکل دیگه که است، او سازش با جهان خارج است. چطور ما با جهان خارج روابط خود جور بسازیم؟ ما این مثال چند دفعه دیگه هم دادیم، باز برادرها شاید زیاد از ما شنیده باشه. در هرات شما دیدین یک ماه قبل یک چند نفر اختطافچی را اویزان کردن، والی صاحب هرات و محکمه هرات. شما باور بکنید که ده ها مسیج و پیغام و تلفن ها در عین روز برای ما رسیدن که این عملی که شما کردین این عمل غیر انسانی است و این خلاف حقوق بشر است. این مردم باید اویزان نمیشدن، اینا حق داشتن که زندگی بکنن. خب اگه محکمه اینا را افتاده چی بگه؟ باید بندی میکرده شد برش جزای نقدی و دگر میداد. خب جهان خارج هر چی که میکنن قانون از واست. جامعه ما جامعه ماست، ما خود ما میفهمیم که چه قسم جامعه خود اداره بکنیم. و از طرف دیگر قانون است، شریعت است، اسلام است. یک کسی که زندگی یک شهر 2 میلیون 3 میلیون نفوسی را در خطر مندازه و هیچ کس از خوف از اونا شب خوابیده نمیتونه، اطفالشان مسئول نیست، خودشان مسئول نیست، سر و مال و ناموزشان مسئول نباشد، از خاطر 2 یا 3 انسان 3 نفر اینا را اگه ما بدار میآویزانیم، خوب زندگی 3 میلیون دیگر را خریدیم، جورش کردیم، برابرش کردیم. مگر دنیای غربی را با ما قبول نمیکنه و میگن اگر شما این کارا رو میکنید ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم. واضح برای ما میگه که ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم. یعنی وام میگه خیلی اختطافچیان باشه، دیگان باشه، نکشینش، بندیش کنید، چند روز باز خلاص شد، باز اختطاف کرده برای همیست زندگی روان باشه.